إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللحظات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن آیات نورانی سوره مبارکه تغابن رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 14 است. فرمود کسانی که ایمان آوردید بدانید که همانا بعض از همسران و فرزندان شما بدخواهان شما هستند. بر حذر باشید. البته اگر شما عفو و صفح و غفران رو پیشه کنید فإن الله غفور الرحیم، که البته واژگان رو توضیح خواهیم داد. اما ارتباط سخن با بحث پیشین که وعطی الله و وعطی الرسول در نوبت قبل و دیروز بیان شد این است که گفتیم اطاعت به معنای پذیرش همراه با میل و رغبت است بیچون و چرا. این که گر تیغ بارد در کوی آن ما گردن نهادیم الحکم لله، وجود انسان به شوق و به جد فرمان الهی بر طوق اطاعت خداوند رو برگردن بنهد اطاعت است. به همون مقداری که اطاعت خدا مطرح می شود در قرآن کریم اطاعت پیامبر هم، فرمان برداری از رسول هم مطرح می شود. و باز هم گفتیم جوهر ایمان رو اطاعت خداوند تشکیل می دهد نه عبادت. عبادتگاه عادت می شود اما اطاعت محض عبادت است، مخ عبادت، و اون روح تپنده درون عبادات ما را اطاعت و فرمان برداری از حق تشکیل می دهد. طبیعی است برای ما آدمیان موانعی در این مسیر وجود دارد که ممکن است این سیر طاعت ما را کند کند و سنگلاخ بادیه را برای ما دشوار. می توان گفت از مهمترین مسائلی که این چنین خواهد کرد زندگی را برای ما علقه ها، تعلقات با وابستگی های ما آدمیان است. دلبستگی هایی که موجب می شود گاه در مقام ترجیح نمی توانیم اطاعت خداوند و اطاعت رسول را رجحان بدیم و دل و گوشه دل به همون وابستگی ها خواهیم داد و طبعا ممکن است سیر دیگری رو انتخاب کنیم و سر از کوی اطاعت و فرمان برداری خداوند به در نیاوریم. این هشدار جدی رو قرآن میخواد همینجا مطرح کند در این آیه. استحضار دارید دو چیز است در دنیا که برای آدمیان حقا مهمترین دل مشغولی ها و وابستگی ها رو ایجاد میکند و خدا این سبحان به همین خاطر در قرآن به این دو نکته بسیار پرداخته است. ابتداعا آیه 14 که الان
ترجمانی از اون به عمل آمد با آیه 15 هم همراه هم است که آیه 15 هم دیگه جمع‌بندی میکند انما اموالکم و اولادکم فتنه. مال جمله وابستگی های اقتصادی و ارزش های مادی برای انسان ها و اون مسائل عاطفی و روحی، فرزند و همسر. این دو وابستگی برای انسان ها دیگه مهمترین تعلقات بشری است، زنجیرهای پایبست انسان در تقابل با پذیرش فرمان حق چیزی جز این نخواهد بود. اسمی دیگر هنگامی که در قرآن نگاه میکنیم، چه بحث اموال رو و چه مسئله ازواج و اولاد رو، خب نعمت بزرگ الهی بر خداوند سرمایه و مال از موهبت‌های خداوندی است. بارها در قرآن هنگامی که خدای سبحان می‌خواهد نعمت خودش رو بر بندگانش مطرح کند، از مال تعبیر به خیر می‌شود. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، مکتوب است بر شما آدمیان، خواسته از خداوند از شما که هنگامی که صدای پای مرگ به گوشتان میرسد، آمادگی و اون تهیه لازم رو برای این سفر خطیر فراهم کنید. من جمله اگر خیری دارید وصیت کنید. این چیست؟ خیر یعنی چه؟ یعنی مال. یعنی اگر سرمایه از خودتون دارید وصیت کنید. البته میدانید مراد از این وصیت این نیست که نمیدانم به این دختر اونطور، به اون پسر اینطور، چون فرمایشات حضرت عالی و ما ارزشی ندارد در این جهت. خداوند قانون وضع کرده است، هرچه اما بنویسی مردود است از جهت حقوقی و فقهی، ارزشی نداره اصلا. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تقسیم ارث رو بیان کرده است، دست ما نیست اصلا. اون وصیتی که حق میگوید وصیت به مقداری است که اختیار اون با ماست. تمام اموالی که در عمر من کسب کردم و به دست آوردم که از آن دیگران است، یک سوم اون رو من اختیار دارم، میتونم تصرف حقوقی و فقهی در اون داشته باشم. این وصیت مربوط به آن یک سوم است، همانی که عرف دینی از آن تعبیر به وصیت به ثلث میکند. اگر مالی دارید غافل نشید از این که یه سوم حداقل برای خودتون تعیین کنید. نگذارید که میراث خوارگان همه اموالتون ببرند و بخورند. گفت خزانه داری میراث خوارگان کفر است. بالاخره یه بخشش رو برای خودتون فکری بکنید. اما مراد من اینه که در اینجا خداوند از مال تعبیر به خیر میفرماید. انه لحب الخیر لشدید، انسان ها به حب خیر شدیدند. همه مفسرین معتقدند این خیر یعنی مال. خداوند به شوخی مال را خیر نمیگوید، به جد میگوید عزیزان، اموال خیر خداوندند بر آدمیان و نقش آن در وجود انسان ها مسلم. نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. خود مال یه نعمت مهم الهی است برای انسان ها و فردای ما را هم اموال امروز ما تعیین می کند. این یه طرف قضیه است. از سوی دیگر فرزندان شاید بتوان گفت، بالاخره ابتداعا زوجیت رو با اونگاه فرزند، این هم عامل اصلی است که سعادت انسوی چه دنیا و چه آخرت ما رو تأمین می کند. از موهبت‌های عظیم الهی بر وجود آدمیان زوجیت و همسری است. مؤنث و مذکر ندارد، زن و شوی تفاوتی در این جهت نمی کند. این که مستفاد امرؤ مسلم فائدتا بعد الاسلام، هیچ فائده ای برای انسان مسلمان بعد از معرفت الله مانند همسر شایسته نیست، به نص صریح کلام نبوی. نه نعمت دنیا، نه جاه، نه علم، هیچی رو نفرمودن پیامبر. فهمدن بالاترین نعمت بعد از معرفت الله و توحید نعمت همسری است، چون اگر یار موافق باشد همه چیز می آید، اگر یار موافق نباشد زندگی جان کندنی بیش نخواهد بود. بسان می شود که زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او، زینهار از قرین بد زینهار، و قنا ربنا عذاب النار. چه برای زن
چه برای مرد. این نعمت عظیم زوجیت و همسری رفیق راه و مشفق، همانی که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اصل تسکین، تنش، زدائی، آرامش بخشی، مودت، مهرورزی عاشقانه، رحمت، عفو. ما سه اصلی است که زوجیت رو تشکیل میده در قرآن. سوره مبارکه روم بحث طویل و مفصلی دارد اونجا. خوب این زوجیت میاد به دنبال اون وجود فرزندان. میدانیم منطق قرآن این است که از اعظم نعم الهی بر وجود آدمیان فرزندان است. این نعمت فرزند، یه وقتی کسی اومد محضر وجود مقدس امام سجاد گفت آقا الان در کرسی درس فلانی بودم، بدی میگفت، مذمت میکرد، میگفت بئس الشیء الولد. سعی کنید یه وقتی بین کلام امام، خود بنده عرض میکنم، وقتی در یکی از مقاطع یه استادی که خدای حفظ کند در دانشگاه میگفت که من توصیه میکنم به شما که ازدواج نکنید، اگر ازدواج هم کردید فرزند نیاورید، اگر هم خواستید فرزند بیارید برای بستن دهان جماعت یک فرزند کفایت میکند. خب بعد وقتی زندگی اون بزرگ مرد رو نگاه میکردیم، میدیدیم هر آن که میکشد از ازدواج کشیده است، بعد از ازدواج از فرزند کشیده است، بعد از فرزند از همون یک فرزند کشیده است، اونگاه نسخه خودش رو برای دیگران تجویز میکند. حسن بصری بر کرسی درس نشسته بود و همین مطالب رو میگفت که این استاد دوست عزیز ما هم میگفت که ازدواج نکنید، بئس الشیء الولد و این چنین است. آمد دمان دمان خودش رو رسان، گفت آقای ابن رسول الله خدمت امام سجاد، من همچین حرفی رو گوش میدادم. الان سر رو بلند کردن امام سجاد، به خدا پناه بردند، به خدا پناه بردند، فرمودن نعم الشیء الولد. مگر میشه از فرزند هم نعمتی بهتر خداوند به انسان بدهد؟ نعم الشیء الولد، ان عاشر فدعاء حاضر و این موت و مغفرت قابل. اگر برود یه مغفرت مهیا برای پدر و مادر، اگر بماند یه دعا مستجاب الهی. و شروع کردن حضرت یه فصل طویلی رو در خصوصیات ارتباط فرزند و والدین در اون حدیث سخن گفتن. به خود قرآن مراجعه بفرمایید، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح میگوید من گفتم بازگردید به سوی پروردگارتون و خدای خودتون، او غفار است، باران رحمت بر سرتون میبارد، رزق شما وافر میکند. بعد فرمود و یمددکم و یمددکم به اموال و بنین. خدا امدادتون میکند به دو چیز، به مال و فرزند. یعنی مال و فرزند میشن چی؟ میشن مدد الهی برای انسان. این نگاه قرآنی است، این منطق قرآن است. و صریحا در آیات شریفه ملاحظه می فرمایید، وقتی من این بیان رو داشتم، شاید دوستان شنیده باشند از ما، که در کریمه مبارکه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این دو دستی که خدا در مورد ابو لهب می گوید، دست راست و چپ ابو لهب مسلم نیست. تبت یدا ابی لهب و تب، اون دو دستی است که خود قرآن تفسیر میکند، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یک دست مال است، دست دیگر ما کسب. ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان رو ما کسب میگویند. مال و فرزند دو بازوی ابو لهب، ما اغنا عنه، این دو بازو به کار ابو لهب نیامد، کار به اونجا کشید که همون گونه که میدانید با اون بیماری پوستی عدسه اونچنان شد که فرزندان از دور غذا رو برای او پرت میکردن ماننده یه حیوان. و بعد هم که جان داد به نکبت، سنگ ها بر سر او ریختن و زیر سنگ مدفونش کردن. فرزندانش نزدیک بدن او نشدن. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بنابراین جایگاه مال و فرزند مشخص، و اون سو هم که سفر میکنیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این دلهای سلیم آماده است که مال و فرزند بهترین ابزار اونها خواهد بود و مشخص.
بنابراین البته علت حقوقی کار هم معلوم است، این رو هم توجه داشته باشید. ما آدمیان در دنیا بر هیچ امری تسلط نداریم، یعنی هیچ انسانی اختیار پدر و مادر ندارد، برادر و خواهر ندارد، هیچ زن یا مرد مسلمانی اختیار اون زوجشون رو ندارن. یه مرد مسلمان چه اختیاری، چه تسلطی بر همسرش دارد؟ ما که ولایتی بر همسرمون نداریم یه مرد. و بالعکس، تنها جایی که انسان سلطه و اختیار حقوقی دارد در منطق الهی بحث مال و فرزند است. در مال به شکل مطلق، البته مطلق نه اون معنایی که میگوییم، همان که الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها مسلط بر مالشونن، ببخشن، بفروشن، بدهن، بگیرن و و و. و بر فرزند در یه حد مشخص، ولایت والدین بر فرزندان با یه محدودیت زمانی و یه محدودیت اجرایی، این بیشترین ولایت ماست. بر چیزی که بیشترین اختیار و ولایت رو داریم، از اون هم بیشترین حظ و بهره رو میتوانیم ببریم. این یه منطق عاقلانه است که مشخصه و قرآن هم چنین میگوید. خب با توجه به این نعمت میبینیم که در آیه مثل این آیه شریفه خداوند سبحان تصریحا مطرح میکند کسانی که ایمان آوردید بدونید ان من، البته آیه رو باید من به اصطلاح اینجا من تبریزیه است، یعنی بعضیت رو میگوید، بدونید بعض از ازواج شما، کلمه ازواج هم جمع زوج، شاید نیاز به گفتن نباشه برای دوستان اهل فضل، اما واژه زوج میدانید در قرآن یعنی زن و شوهر. کلمه زوج معنای مرد نداره که بعد بگید تو این قبال نامه ها بنویسن زوج و زوجه، زن و شوی، بگن زوجه، یه تای تانیث بیارن که زن بشه. نه، از زوجه به تعبیر راغب اصفهانی لغتون ردیعه. اصلا کلمه زوجه در استعمالات عرب جالب نیست، مورد استعمال قرار نمی گیرد. کلمه زوج هم بر زن گفته می شود هم بر مرد، لذا ازواج یعنی زن و مرد، هیچ فرقی ندارد. هر دو رو پایا پا و شانه به شانه آیه شریفه داره مورد خطاب قرار می دهد. کسانی که این مانا وردید، مسلمانان، زن و مرد، بدونید یا زنتون یا شوهرتون، بعض از زنان شما و بعض از شوهران شما و بعض از اولادتون، چون این که کلمه اولاد هم جمع ولده، ولد به ظاهر مذکره، اما خداوند به فرزندان پسر نمیگوید، دختر و پسر در اینجا مطرح نیست، کلمه اولاد به معنای فرزند. و اولادکم عدو لکم، عدو ارض و عدو، یه زمین پست و بلند نامساعد رو میگن ارض و عدو. عداوت به معنای ناسازگاری، ناهماهنگی در لغت، و این ناسازگاری ها و ناهماهنگی هاست که تبدیل می شود به همانی که ما می گوییم عداوت، بدخواهی، دشمنی، و گاه تعبیر این چنینی می کنیم. اگر این چنین است پس فحذروهم، من این کلمه رو بگم برمی گردم قسمت اول و دوم سخن رو با هم پیوند می دیم. کلمه حذر در لغت عرب در مواردی به کار برده می شود که ان احتراز و ان امر مخیف، وقتی یه چیزیست که واقعا جای احتیاط و مراقبت دارد، اونجا تحذیر. یکی از سنت های ادبی در کتاب های ادبی بود، وقتی منصوب به عامل محذوف رو بررسی می کردن، گاهی می گفتن الاسده الاسده، گاهی می گفتن الغزاله الغزاله، آهو آهو، یعنی بزن، میخوای بزنی بزن آهو. اینو میگفتن اقرا، یعنی توجه رو جلب میکرد به این طرف، عامل محذوف داشت، الغزاله منصوب به کار برده میشد. گاهی میگفتن الاسده، مثل اینکه شما در فارسی میگی چاه چاه، یعنی مراقب باش تو چاه نیفتی. گفتن الاسده یعنی بترس از شیر، این دم شیر است، به بازی مگیر، بترس، بپرهیز. این میگن تحذیر. به اسلحه و سلاح حذر میگن در کلام عرب، خذو حذر، مسلح باشید مسلمون ها، دست خالی نباشید، قوی باشید، قدرتمند باشید. حذر چرا؟ چون از اسلحه باید ترسید. اگر اسلحه پر باشد،
از او یک نفر می ترسد. اگر خالی باشد به قول قدیمی ها از او دو نفر می ترسد. وقتی پر است فقط اون کسی که مقابل گلوله است. وقتی که خالی است اون کسی که اصلا هم دستش می ترسه، چون بالاخره می دانه خالی است، تو خالی است و صدایش فقط کفایت می کند. اسلحه رو هزر میگن. تحذیر به معنای چیزی که باید ازش، وقتی انسان ها به یه جایی میرسن خدا بهشون میگه و یا حذرکم الله نفسه، خدا برحذرتون میدارد از نفس خودش. دو معنا داره این آیه. یه معنا این که مراقب خدا و حدود الهی باشید، بدونید خداوند غفر و غفر، ستر و ستر، کأنه قفل در بعض از عبارات، میپوشاند در حدی که شما نعوذ بالله میگید خدا ندید. بعد یک باره لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. یک مرتبه کوس رسوایی از زمین و زمان به گوش میرسد. یحذرکم الله نفسه، از مکر الهی بترسید که خدا خیر الماکرین است. عده ای از اهل دل میگن این و یحذرکم الله نفسه ای ذاته، یعنی میگه خدا شما رو برحذر میداره از این که به ذات او فکر کنید، چون ذات الهی مقامی نیست که این سلولهای کوچک ذهنی و جان ما بتوانند وارد ذات خدا بشوند. اینجا جاییست که حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قهر دریا. به ذات او نیندیشید، به صفات او شما را کفایت می کند که بیندیشید. پس حذر یه جاییست که خیلی جایی نگرانیست. فرمود فحذروهم، از چنین زن و شوهر و از چنین فرزندی بگریزید، بر حذر باشید، اینها آتشی امروز در جان شما خواهند بود. خب این آیه خیلی خطاب درشتی دارد. همونطور که عرض کردم، از یک سو شاید المال و البنون زینت الحیات دنیا، خداوند تصریح میکند که این مال و این فرزندان زینت زندگی شما، اما از این طرف میشن بعضی هاشون عدو و دشمن و انما اموالکم و اولادکم فتنه میشن، که حالا فتنه رو با توضیح بدیم. من یه جمله کلی عرض میکنم و بعد بحث رو منطبق میکنیم. عزیزان اگر التفات داشته باشید، این یه چیز بدی نیست که در اینجا خداوند مطرح میکند. تمام نعمتهای الهی در وجود و در هستی، اگر زر است، اگر جاه است، اگر علم است، اگر جمال است، هر نعمتی رو مادی و معنوی که تصور کنید، دو شیوه حرکت دارد. گاه این نعمت عاملی است المقرب الالله، گاهی المبعد عن الله، یعنی اون مایز و فصل تمیز نعمت که بتوانیم بگوییم نعمت است یا نه، جهت و حرکت نعمت هاست. هر نعمتی که خدا به ما داده است، اگر این نعمت مقرب ما به سوی خداوند بود میشه نعمت، اگر نبود تردیدی نکنید که میشه عذاب در همین دنیا. ان من ازواجکم و اولادکم، از یه طرف همسر و زوجیت اشاره کرد، این چه نعمت عظیمی است. اینو توجه داشته باشین بزرگواران. حالا بحث این نیست که من بخوام بگم، شاید در عباد الرحمن و بحث سال گذشته هنگامی که رسیدیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، یه فصل طویلی رو نسبتا در اینجا در خاطر دارم اشاره کردم. اما همین مقدار، واقعا کمال وجودی انسان به نعمت زوجیت است، تردیدی نفرمایید. ظرفیت‌های پنهان وجود زن یا مرد توسط جنس مخالف پر میشه، اونم از مسیری که خدا میخواهد و پسند و رضای الهی است. بسیاری از توانمندی‌ها در وجود مردان است که اینها اگر نباشه، اون ارتباطات خاصی که خدا بین زن و شوی قرار میدهد شکوفا نمیشه و عکس. و از این فراتر عرض میکنم، همین بحث
امنیت و نمیدونم سوشال سکیوریتی، اینهایی که امروز دنیا داره مطرح میکنه، امنیت فردی و اجتماعی در اسلام از زوجیت شروع میشه. همین آیه این که الان خوندم، خداوند از جنس خودتون براتون زوج آفریده است، لتسکنو. تسکین یعنی آرامش و امنیت. باید در پناه زوجیت این امنیت تأمین بشه برای انسان. و بارها این رو بالاخره بارها گفتم و بار دیگر میگویم، اگر هر انسان موفقی رو شما ببینید زن، بدونید پشتش مرد توانمند است. و اگر یه مرد موفق رو دیدید، بدانید زن فداکاری پشت سر او ایستاده است. فعلا ره به جایی نمیبرد. خداوند یه استحکامی در این رابطه قرار داده است. و خلقناکم از واجا، این رو در خلق وجودی و ماهیت وجودی انسان ها این ارتباط خوش و شیرین رو قرار داده است. و باز هم لازمه من چون احساس میکنم بالاخره شاید چیزهای لطیف باشد دقل گفتنش، کلمه مودت برای دوستان آشناست در قرآن کریم. شاید سوال بفرمایید بین مودت و محبت چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا این دو با هم یکیست؟ مخصوصا این که این ایام هم اقتضا میکند که بگوییم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربه، قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی الغربه. دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی تنین میزند. وقتی این صبح تا سوا میرسد، صبح عاشورا میرسد، اهل دل هی تو دلشون نجوا میکنن قل لا اسألکم علیه، بعد میگن مازا تقولون اذ قال النبی لکم، چی جواب دارید به پیامبر بگید؟ وقتی این پارهای خورشید بر سر نی در می آید، چی دارید جواب خدا بدید؟ که کان روز بر جام شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. چی دارید جواب پیامبر رو بدید؟ امت با 61 سال از هجرت. مودت که در این کریمه مبارکه می آید، یه ویژگی غریبی دارد. این غیر محبته. هر نوع مهرورزی رو محبت می گویید، اما مودت سه تا ویژگی داره. یک، مودت به محبتی میگوین که مسئولیت آور باشد. اگر شما دوست دارید چیزی رو، منظره زیبای فیلم میبینید در جنوب نمیدونم آمریکای جنوبی کجا فلان نمیدونم در کاراکاس یه چیزی رو میبینید، میگید ای من چقدر مورد علاقه هم قرار گرفت، دوست دارم من این درخت رو، حالا چه نقشی چه کاری براش میخوایم بکنیم؟ هیچ مسئولیتی نداریم در قبالش. محبت ممکنه بیاد، مسئولیت هم نیاد. خیلی اوقات من جناب شیخ سعدی رو مثلا نمیدونم، لسان الغیب را، چه کسی را، فلان فیلسوف را، فلان شو دوست میدارم هزار سال هم، حالا چه مسئولیتی من دارم؟ مودت محبت مسئولیت آور است. یعنی محبتی است که حبیب نسبت به محبوب ایجاد تعهد میشه براش. یعنی باید متعهد باشه به همه چیز، باید متعهد باشه. دو، مودت به محبتی میگویند که برای نفس محبوبه. اگر شما یک کسی رو میخواید برای منافع خودتون، پوزش میطلبم، این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی. اگر میبینید بالاخره ما انتفاع میبریم، آقا اونقدر بزرگواران که هر وقت ما کارمون گیر کرد زود امضای اینها در این سو اون سو دواهر کجا کار ما رو راه انداخت، این چقدر دوست مهربان خوبی است و چقدر ما دوستش میداریم. این دوستی تا زمانی است که امضا خریدار دارد. این محبت هست، آن مودت نیست. مودت محبتی است که برای خود وجود محبوب شما یک کسی رو بخواید، نه برای منافع خودتون و امتیازات خودتون. سوم، مودت محبتی است که ابراز شود. اگر یک کسی دنیا کسی رو دوست می‌داره، اما مرد و لب باز نکرد بگه، هیچ کارم نکرد برای محبوبش در مقام عمل، این محبت است، اما مودت نیست. اگر شما محبتتون رو گفتید به محبوبتون به نفسی اند جل تو فداک، اگر گفتید سر چه باشد فدای دوست کنم جان،
اگر به زبان آوردید، از اون مهمتر به زبان عمل آوردید، این میشه مودت. یعنی عملا نشون دادید. حالا ببینید، ما دو جا مودت داریم تو قرآن. یک همین آیه شریفه، الا المودت فی القربا. حالا ببینید، اینجا ارتباط باید مودتی باشه نه محبتی. یعنی چی؟ یعنی باید محبتی باشد که برخواسته است همراه با تعهد باشه، باید با تعهد باشه. اگر تعهد بود، تعهد بدون شناخت نمیاد. اگر انسان چیزی رو نشناسه که نمیتونه بهش متعهد باشه. دوم، باید این محبت به گونه ای باشد که برای نفس خود حقیقت محبوب باشه. من چه بگویم که بالاخره هم ممکنه سوء برداشت بشه، هم در این حال نمیشم گذشت از مطلب. خیلی از ماها ارتباطمون با معصومین، با پوزش عرض میکنم، ارتباط کاسب کارانه است. یعنی ارتباط بنگاه کارگشایی. هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسر رضا. هر وقت یه گره تو کارمون افتاد میریم سراغ امیرالمومنین. بیماری یا ابوالفضل، گرفتاری یا فاطمه الزهرا. یعنی در فضای مشکل. پس اینا رو برای چی میخواییم؟ برای رفع مشکلات شخصی خودمون. این مودت نیست عزیزان. نه اینکه ما این شیوه ارتباط را نمیتوانیم و نباید، نه، خداوند اینها رو وسائط رحمت خودش قرار داده است، این بزرگواران رو. اما ارتباط ما با این خاندان اگر چنین رابطه‌ای باشد، تا وقتی است که مشکل داریم. وقتی مشکل نداریم پشت سرمون هم نگاه نمی کنیم. اما محبت ما اگر به خاطر نفس وجودی اینها باشد، ما زهرا و مرضیه و سیدت و نساء العالمین رو چرا دوست می داریم؟ به خاطر اینکه کسی که پیامبر دست مبارک او را ببوسد، باید خاک پای او را توتیای چشم کرد. ندیده دختری زمان به نزد باب خود چو او، که بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر. وقتی چنین مقامی پیدا می کند این نخل امامت، خب طبیعی است این ماهیت وجودی فاطمی است، معرفت فاطمی است که وعلا معرفتها دارت القرون الاولا. پیشینیان هم معیار معرفت و شناخت اونها در توحید و معارف الهی معارف فاطمی است، به تعبیر امام صادق علیه السلام. این جذبه ها مگر میشه کسی شیدای سیدت و نساء العالمین نباشد؟ وقتی ما مقامات امیرالمؤمنین، مقامات اولیاء رو، مقامات عباس ابن علی رو، اون شناخت بیاد به عظمت وجودی اینها، بعد میشیم تحت شعاع خورشیدشون و قمرشون و ماهشون و شمسشون. بعد تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. در خیلی از اوقات نگفته است. وقتی که رومیله سه روز نیامد به مسجد، روز چهارم که اومد گفت رومیله چطوری؟ حضرت فرمودن، گفت آقا در تب می سوختیم. حضرت سرش رو پایین انداخت. فرمودن رومیله گمان میکنی این سه روز تو تب می سوختی یا ما در تب تو می سوختیم؟ به حزن ما هم محزون میشن، همونطور که شیعیانشون به حزن اونها محزون میشن. به شادی ما شادمان میشن، همونطور که ما به شادی اونها شادمان میشیم. عزیزان، مهربانی از دو سر بیم. این مودته. مودت اینه که ما به خاطر شناخت و معرفت و شخصیت وجودی خود این اولیاء خدا، این دلبستگی رو به ساحتشون داریم. بله، انشاءالله اون مسائل چون که صد آمد نوت هم پیش ما. سوم، مودت، محبت مسئولانه است که ابراز میشه. باید ابراز بشه این محبت. اگر ما دلمان پر باشد مملو و از عشق به امیرالمؤمنین، اما وقتی نگاه میکنیم 100% در جهت خلاف علی ابن ابی طالب داریم حرکت میکنیم. دوستان رو علی ستم نکنند، ممکنه انگشتمون فرو رفته چنگانها تو خیلی از چیزها، بعد دم از یا علی هم میزنیم، هو هم میکشیم. خب این که نمیشه مودت. این که باید این رو گذارد آبش رو خورد. این که کاری نمی کند برای کسی هنگامی که این محبت عملی نباشه.
اون مودت اینه که انسان حرکت به سوی این موالی، ابراز میکنه محبتش رو، نه فقط ابراز تاسوعایی و عاشورایی. یعنی باید بالاخره جای بگذار جای پای حسین، گر به سرداری تو هوای حسین، پای بگذار جای پای حسین. و اون میشه مودت وقتی انسان حرکت میکنه انشاءالله در این مسیر. حالا ببینید، این مناسبت ایام بود که این قسمت رو گفتم. از اون طرف جای دیگه‌ای که خدا مودت رو در قرآن به کار میبره کجاست؟ بین زن و شوهر. عجیبه، عجیبه، اینجا مودت رو بکار. یعنی محبت بین زن و شوهر باید مسئولانه باشه، بی شائبه باشه دیگه، به خاطر ثروت بابا و به خاطر ریاست عمو و به خاطر چی فلان رو بود اینها به کناری برمد. و سوم این که باید زن و شوهر نشان بدن به هم مهرورزی و محبتشون رو با عمل و با زبان. اینی که در روایات اینقدر خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما اونه که محبت و خیرش به زن و فرزندش بیشتر از بقیه میرسد، بیشتر میرسد. خیارکم خیارکم لنسائکم. و این ارتباطات شیرین لطیف و اونچنانی که باید حاکم بشه، این میشه مودت. خب حالا این ارتباط رو هم خداوند، این نعمت عظیم زوجیت بدل میشه به عداوت و دشمنی. اون فرزند و اون نعمت بازو و نعمت یار، اینی که گاهی خب بلدن آیان همه الحمدلله آشنا هستند، این که ما تبن آدم منقط عمله و انست او انسلاس، انسان میمیرد، پرونده عمل و تومار عمل بسته میشود. فقط سه چیز یا شش چیز، من حداقل اون کوتاهشو بگم، که میماند که نمیگذارد آدمی بماند، آدمی رو هم با خودش این خیرات و مبرات میبرد. یعنی پرونده عمل ما بسته میشه، اما با این ستا بسته نمیشه. شما نگاه میکنید این سید جلیل القدر، این رضی بزرگوار، فرزند نقیب بغداد، سید رضی اومده این تلاش علمی رو بذل کرده است و نهج البلاغه امیر المومنین رو گردآوری کرده است. هزار سال قبل کار سید رضی این کار شده، جمع کرده این کلمات و حکمت ها و نامه های امام را پیش روی ماست. الان که ما باز میکنیم امروز یه تیکه از نهج البلاغه بخوانیم، روح مطهر سید رضی از این محفل تاسوعایی منتفع میشه. این میشه صدقه جاریه علمی. انسان میمیرد اما یه چیزایی ازش میماند که موجب میشود آدمی میماند. یکی کتاب است و نوشته است و فکری تفکر علمی که میماند و این آثار رو دارد. یکی همین که میگید صدقات جاریه. یه وقتی من که نمیدانم یک کسی اومده است این بنا این مسجد قبا و این خانه خدا رو نهاده است، اگر نیست، اگر هست، روح اون الان داره منتفع میشه، داره بهره میبرد که امروز جمعی نشستن بر فرش ماتم حسینی و کلام خدا رو گوش میکنه. کتابخانه ایست، مدرسه ایست، بیمارستان ایست، درمانگاه ایست، نمیدانم امر عام المنفعه ایست، میشه صدقه جاریه. تا باقی است من سن سنتا حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، تا روز قیامت میمونه براش. اما قبل از این دو در روایات فرمودن ولد و صالحن یستغفر له بعد وفات، فرزند قبل از علم و کتاب و این خیر، اولینی که در روایات معصومت فرزند شایسته. چرا اول گفتن؟ چون نسل بعدی است عزیزان، اجتماع بعدی را فرزندان امروز من و شما تشکیل میدند. فرمودن فرزند شایسته ای که میماند پس از او یادگار است برای این پدر و مادر، این میشن بهترین به اصطلاح اون نعمت خداوند برای این انسان که عملش رو باقی میداره. حالا با همه این مطالبی که گفتیم، ان من ازواجکم و اولادکم عدو من نکم. چرا؟ اولا هشدارش، این حذرش خیلی جدی است، برازار باشید. این عداوت و دشمنی که خداوند میگه یعنی چی؟ یعنی عداوت تو مسائل مثلا اقتصادی، مثلا لجبازی، بددهنی، مثلا تو بعضی از مسائل خصوصی، شخصی. آن عداوت و محبت معیارش همون حرف اولی است که گفتم. ممکن است بعض از همسران و فرزندان شما شما را به سوی قهر خداوند رهنمون کنند. اینها به خداوندی خدا شما را دوست نمی دارن، ولو با فدایت شدم هم با شما سخن بگویم.
صریحاً قرآن داره برای ما مطرح میکنه. اینی که بزرگان در شأن نزول آیه نوشتن این وقتی نازل شد که عده‌ای میخواستن با پیامبر هجرت کنن به مدینه، زن و بچه‌شون اصرار داشتن اینها تو فضای شرکالود بمونن و دست از همون شرک نشویند و به پیامبر نبیوندن، پشت پیامبر خالی بگذارند. آیه اونجا نازل شد، خیلی ها میگن این مستانبه که نشان میدن. بنابراین خداوند سبحان میفهمد اگر زن شوهر اون دیگری رو به سوی بی‌تقوایی به تعبیر ما و دوری از خداوند بخوانند، این زبان زبان محبت نیست. این خانومی که میدونه وضعیت شوهرش چیه، جامعه رو میداند، حال و روز اقتصاد رو میداند در حد خودش، این اصرار ورزی ها، این توقعات، این خواهش ها و وادار کردن به این که مسیر زندگی سالم پاکیزه به سوی دیگری رود، آیا محبت میکند به این شوهر؟ این عین عداوت و دشمنی است. این شوهری که از زنش توقع دارد اونچنان که دیگران میچرخند بچرخد، به بی افافی و بی اسمتی دعوت میکند همسر را، این خیرخواه این همسر است؟ عدوان لکم، این عداوته، ولو اینکه ممکنه زبانش زبان محبت باشه اما ماهیتا عداوت است. الاخلاء بعضهم یومئذ، قرآن میگه دوستانی که تو دنیا هستن فردای قیامت اینها جلوی هم رو میگیرن، خونی همند، دشمن هم خواهند بود، هر کدام اون دیگری رو متهم میکنند. الا متقین، مگر معیار محبت به گونه ای باشد که رضای الهی در آن باشد و تقوا باشد. فرزندانی که اینها میکشند والدین رو، از اون طرف پدران و مادرانی که مسیر تربیت فرزند رو به سوی قرار دادند که منتهی به فاصله گرفتن از خداوند سبحان و محبت الهی میشه، اینها فرزند تربیت نمیکنند، خدمتی به این فرزندان نمیکنند. رایانه و سامانه و پایانه و همه چی تو زندگی هست، اما آنی که باید باشد نیست، یه جو معرفت نیست، اون شناسایی به حقیقت انسانیت نیست، ابزار اون رو فراهم نمی کنند. اینا چه نوع محبتی دارن می کنند؟ چه نوع ویلون لطفال آخر از زمان من آبارهم، این نغمه غم‌انگیز پیامبر هنوز تو گوش داره زنگ میزنه، وای بر فرزندان آخر از زمان از پدرانشون. فهمدن من آبائهم المشرکین، یا رسول الله مرادتون دیگه هم پدر مادرای مشرک دیگه. فهمدن نه، من آبائهم المؤمنین، منم پدر مادرای مقدس رو میگم، هم مؤمنین رو میگم. من آبائهم المؤمنین لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، ضروریات آدم شدن رو به فرزندانشون تعلیم نمیدن یا اسبابش رو براش فراهم نمیکنند اگه خودشون نمیدانن. حتی اگر اینها هم شوقی نشان میدن، حضرت فرمودن بسا منعشان میکنن. خب بعد نتیجه تابع اخص مقدمته، مثبت در منفی، منفی حال روز مشخص میشود. از اون طرف فرزندانی که میکشن و میبرن، بارها من این جمله رو گفتم، امیر تو نهج البلاغه در حکمت ها میفرماد وقتی سوال میکنن آقا چی شد که زبیر اینطور شد، بابا زبیر کم کسی نبوده، زبیر ابن عوام به تعبیر اهل سنت جزو اشعره مبشره، جزو اون ده نفر اصلی، الحق و الانصاف هم بوده است جزو ده نفر اصلی. یعنی با اون وضعیتی که امیر دست رو کشید رو تیغ شمشیر زبیر بعد از جمل، اشک ریخت، فرمود چه غمهایی را صاحب این شمشیر از دل پیامبر برداشت، چه کروبی را از دل پیامبر برداشت. اما نعوذ بالله من سوء عاقبه، پناه میبرم به خدا از سوء عاقبت. صحابی پیامبر وقتی تو جمل اون تو شور و اوضاع بود، حضرت فرمودن یه کاری بکنید بچه ها که من با زبیر چهره به چهره بشم. جنگ رو جوری سامان دادن حسنین که حضرت روبرو شدن به زبیر، این نگاه تو چهرهش کردن، فهمدن یا زبیر ما بدا من ما بدا نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو حجاز که بازوی من بودی الان تو عراق تیغ رو صورت من کشیدی تو بصره.
خاطرت هست اون جمله پیامبر که وقتی بهت گفتن زبیر چه میکنی وقتی که بر روی علی شمشیر میکشی، گفتی یا رسول الله دستم شکسته باد اگر من به صورت علی شمشیر بکشم؟ خاطرت هست؟ گفت یا ابوالحسن چه بکنم؟ تکان خورد زبیر و واقعا به نوعی کشید از صحنه. بالاخره اونجا تاریخ مینویسد بیرون و بعد هم خارج از معرکه توسط عمرو بن جرموز کشته شد. شاید این جمله القاتل و المقتول کلاهما فی النار رو اونجا مولا گفته باشد با این وضعیت. بعد سوال کردن آقا به قول آقایان آسیب شناسی پاتولوژی شخصیت مثلا زبیر چی بود است یا ابوالحسن چرا اینطور شد؟ حضرت فرمودند ما زاد زبیرون معنا. الله اکبر، زبیر با ما بود. حتی شب له ابنه عبدالله، تا وقتی که پسرش عبدالله زبیر سری تو سرا در آورد، بعد ریسمان انداخت گردن صحابی پیر پیامبر کشید اونجا که میخواست ببرد. حتی شب له ابنه عبدالله یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ببینید یه میزان خدا در سوره مبارکه توبه آیه 24 میگه اگر میخوایم فکر قرآنی داشته باشیم تعارفی نداره عزیزان، راه این است. یا ایها الذین آمنوا، حواستون جمع باشه، بگو پیامبر با اینها ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پدر، فرزند، برادر، زن، قل ان کان عشیرتکم، قبیله و دودمان، و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها. این هشتا، پدر، فرزند، برادر و خواهر، همسر، عشیره و قبیله، اموال و تجارت، سرمایه ها و بورس ها، اگر مساکن و جایگاه هایی که لذت اون رو میبرید، اگر اینها احب و محبوبترن برای شما از خدا و رسول و حرکت در راه خدا، بسیار فتربسو، بس در انتظار باشید. حتی یأتی الله به امره، تا خدا بر سرتون بکوبد، تا امر خدا بیاید. میزان محبت الهی است، همونی که عرض کردم، هر چیزی که شما را از خدا دور میکند بدونید در دنیا دوستتون نیست. هر چی شما را به خدا نزدیک میکند در دنیا میشه دوست. محبت مایز و اون محور سنجشش ذات مبارک است. هر چی به سوی او حرکت میکند محبت است، هر چی جدا میشود عداوت است. فرمود مراقب باشید. حالا و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. این قسمت بعدی رو هم دقت بفرمایید. حالا اگر چنین بود و این وضعیت، چه بکنیم ما؟ اگر با این وضعیت ما به درشتی و خشونت با طرد و با عداوت ما هم برخورد کنیم وقتی اینطور شد؟ نه. دو نکته آیه دارد. یک، اینکه برخورد ما در این صحنه ها برخورد قهرآلود باشد. نه، این قرآن توصیه نمی کنه. اصلا ببینید منطق اسلام عزیزان منطق تردی نیست، منطق جذبی است. و ما انا به طارد الذین آمنو، اصلا اسلام نمیخواد، انبیاء گذاشتن نمیخواد کسی رو ترد کنه. میگن ترد بده، ترد نکن، نرانید، بلکه حالا باشن ولو مشکلم دارن، بالاخره یه وقتی اثر میکنن، یه وقتی میشه کاری کرد. اصلا منطق ترد نیست، میگن بنابر جذب دیگه، مگر یه قده سرطانی باشه که دیگه چاره ای نباشه، دیگه هیچ درمان پذیری نباشد و دیگه مصالح رفتن به از ماندن باشد. نباید رفتار تردی باشه، مضافم بر این که گاه ممکنه یه تحولاتی، تکانهایی، تلنگرو ها این هم در این جهت باشه. لذا خدا میگد اهل ایمان اگر هم چنین اتفاقی افتاد و دیدید این رفتار همسر، شوهر یا زن داره شما رو به قهر خداوند نزدیک میکنه، فرزند داره شما رو نابود میکند، و ان تعفو و تصفحو و تغفرو
شما شیوه ی رفتارتون جوری نباشه که اونها رو برانید و طردشون کنید، بلکه با یه سیاست عاقلانه اخلاقی برخورد کنید که بتونید اینها رو مهار کنید و بسا جذب کنید. من کلماتو توضیح بدم. اگر عف کنید، عفو الاثر محو الاثر، وقتی یه چیزی رو رها میکنن، یعنی به تعبیر حقوقی منع پیگرد قانونی. کلمه عفو ضد قصاصه در لغت. قصاص یعنی پیگیری کردن، پی یه چیزی رو گرفتن، اما عفو یعنی دست و عقب کشیدن. و این تعفو، شما پی عداوت اینها رو نگیرید، شما مقابله به مثل نکنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، نکنید شما برخورد قهرآلود نکنید. و این تعفو، عفو کنید شما. و تصفحو، خیلی مهمه، و صفح، صادفه، صفح کنید. اف با صف در لغت، صف وقتی این ظرف آب رو میریزن بیرون میشه صف، ریختن به دور، ریختن به سوی. ببینید آیه، لفظ آیه اف و صف رو پیاده کنم، شما گاه با یک کسی زمینه مشکل پیش اومده است. آقا فلانی برای شما صفه گذارده است، گفته است چیزهایی که حق میداند که در وجود شما نیست و حق، اما گفته است، بالاخره اتهام زده، حرفم گفته، حالا متوجهم شده و آمده میگه آقا ببخشید. بالاخره خب بالاخره وقتی مسلم میشه برای انسان که چیزی گفته است، حالا بعد میاد میگه آقا ببخشید، شما هم میگید بخشیدمت، برو آقا افکند، تمام میره. ماه بعد توی جلسه میبینیدش، روتونو طرف میکنید، بخشیدیدش اما روتونوی طرف میکنید. اگر جایی دعوت میکنن میگن میشه اگر فلانی هست منو دعوت نکنید. تو خیابان میبینید از این طرف میرید، مشکلی هم نیست، عفو کردید، اما نمیخواد چهره. چرا؟ چون در اون نهانخانه درونی شما اون کدورت از این کس هست، هنوز تو دلتون هست. یعنی چی؟ یعنی تو فرمت نشده، این تو حافظه سیف کردید این خاطره رو، این هست. خداوند سبحان میگوید ولیعفو، سوره مبارکه نور، ولیصفحو. اگر عفو میکنید 50% اومدید جلو. باید صفح، صفح اینه که تمام اون چه در دل هست مثل همین آبی که ریختید بیرون بریزید. ولیعفو ولیصفحو. الا تحبون یغفر الله لکم، آیا شما دوست نمیدارید که خدا بر شما ببخشد؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. صفح میشه مکارم اخلاق. فرمود و ان تعفو، بعد صف کنید. چرا؟ چون اگر صف نکنید میدونید چه میشه؟ خیلی ساده عرض کنم، وقتی یک کسی به شما یه اهانتی کرد ولو عفو کردید، اما اینو نگه داشتید دو وجودتون، فردا که میبینید چیزی که از او میبینید چیست؟ همون حرف زشتش. اگر 1000 تا حکمت هم بگه شما نمیشنوید، همون حرف رو میشنوید. پس باید صف بشه، دیده رو باید شست، جور دیگر باید دید. ولی اصفهو، اینجا فرمود و تصفهو و تغفرو، اینم دیگه میشه فرمت کردن. غفر به معنای محف کردنشه. و تغفرو فإن الله، تازه اگر این کارها رو بکنید دارید خودتون رو به صفات خدا نزدیک میکنید. فإن الله غفور و رحیم. حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه. مسلمونا مال و فرزند فتنه یه قریبیست. حالا این فتنه رو گاهی بعضی ها میخوان جوری بگن، وقتی هم جوری هم میخونن که چهره شون هم عوض میشه، وقتی یه فتنه ای میخونن که انسان فتنش میگیره. نه، معنای فتنه چیز دیگریست، اصلا معنای قریبیست، اون محک تربیتی الهیست که انشاءالله فردا خدمت هایان و بزرگواران ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلها من به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا جدا مگردانه. امروز هم میخواییم از این جمال المال و البنون، زینت و لحیات دنیا و زینت آخرت اشاره کنیم. اینی که بالاخره همه معصومین علیهم السلام علی القاعده، حضرت سجاد اون جمله از صادق از ارادتشون رو به این با
بزرگ مردی که دلها متوجه اوست امروز بارها مطرح کردن و کان امن العباس نافذ البصیره صلب الایمان او صلیب الایمان، اما اون عباس ابن علی بصیرت عجیبی در دین داشت، بصیرتی که از پدر گرفته است، تسلب در ایمان داشت، فرو رفته در ایمان بود. جاهد مع ابی عبدالله، با برادرش حسین تا آخرین قدم همراهی کرد و ابلی بلاء حسنا، و خوب امتحان داد، خوب امتحان داد. میدونید خوب از قبیله بنی کلاب و شنیدید که میترسیدن واقعا از حضرت عباس. وقتی که اومدن اون دمدم غروب شب دهم، شمر کلابی است از قبیله بنی کلابیه است و ارتباط این چنینی با فاطمه کلابیه، ام البنین کلابیه، اومد و بالاخره فریاد کشید که این بنو اختنا، خواهرزادگان ما کجا هستن؟ حضرت عباس اعتنا نکردن، محل ندادن، اصل شاد فهمدن برادر جوابشو بده، عباس جان جوابشو بده برادر. چه مقام اسم، نمیدونم چی بگم دیگه، از مکارم گذشته دیگه، مکارم اخلاق هم زانو میزنه در کنار مکارم حسینی. اومدن دفتن چی گفت؟ من تعهد میکنم که شما و برادرات فرزندان ام البنین در امان باشید، بیایید جدا بشید از حسین در امان. تا که این جمله رو گفت حضرت فرمودن حجت خدا و فرزند علی و فاطمه زیر تیغ‌های شما به من میگویی در امان شما باشیم، لعنت خدا بر شما و امانتون. و ابلی بلاء حسنا، جوان مرد و شمس و زهاها و القمر ازا تلا، این ماه دنبال خورشید داره حرکت میکند و میرود. من عرض میکنم که بالاخره نمیتوانم، من وقتی بحث مصیبت حضرت عباس میاد، ولو اشاره کردم به این رجز، مایلم الان هم همون رو بگم، میشه چیز دیگه بگم اما مایلم همین رو بگم. ببینید اشاره میکردم به عزیزان که همه کسانی که میومدن تو سحر، توی بیا، تو وادی، خودشون رو معرفی میکردن تو میدان، هر کسی با این چیزی خودشو معرفی میکرد، منتها اینها قالبی رو که انتخاب میکردن قالب شعر حماسی بود، مستفعلون 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 یا مفتعلون 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 که میشه بحر رجز. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی از ربکم به سیف حتی ینزنی ضرب غلام هاشمی علوی. حضرت علی اکبر، من فرزند حسین فرزند علی هستم، من به خدا قسم نحن و بیت الله اولا بالنبی نزدیکترین به پیامبریم، من اونچنان بر شما شمشیر میزنم که شمشیر دوتا شود و اون جملات مانند جدم علی میزنم بر شما. اینا هر کدامشون یه چیزی میگفتن. اما این بزرگواری که شما رجزهای او را در خاطر دارید، یه رجز همونی بود که میدانید والله این قطعا تویه، میخواید بزنید بزنید، نه دست راست کم است، بیا چپ رو بزنید. انی اهامی ابدا اندیمی، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، آمادگی دارم که دو دست بدم در راه آقای خودم. خب این رجز هم همون بود که لا ارحب الموت از الموت و زقا، عباس از مرگ نمی ترسد هنگامی که به صحنه می آید، حتی اواری فی المسالیت لقا، تا زمانی که بدن زیر این نیزه ها پوشیده شود هیچ حراسی از مرگ ندارد. چرا؟ چون نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، چون آمده ام که جانم را سپر جان فرزند پیامبر کنم. حالا اگر دوست می‌دارید منم مثل دیگران خودم رو معرفی کنم، خودم رو معرفی می‌کنم، انی انا العباس، همین کوتاه یک کلمه، من عباسم. اگر نشناختید حالا نسبتم رو میگم، عقدو به سقا، نام من سقای طفلان حسین،
و برادرم حسین است. جا دارد که ابی عبدالله وقتی رسید و دید بدن مبارک برادر رو، یه مرتبه بگوید برادر عباس جان الان انکسره. زهری و غلط حیلتی صلی الله علیکم یا اهل بیتن.